یه بار دیگه بریزم توش. او بهتره. خب بچه ها، بهتون نشون بدم داستانه. چیکار میکنی شما اینجا؟ چه کسی میکسته ها؟ خب اینا رو هم بعدم با چایی بخوریم. یا حالا بخوریم یه ذره. حالا بخوریم دیگه. بیا چینا. خیلی بامزه است. انقدر با با... او او. این... مال من خیلی درسته. اون خانمه دیدم گفت نمیشه درست نشه به من بدی. گفتم بیا 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 مال منو بگیر، مال شکسته ها رو بده به من، من میخوام برم. گفتم حالا هزار نفری هم که ما رو ببینن اشکال نداره که بذار شکسته مکسته بگیر. خودمونم شکسته مکسته هستیم. برو بشین سر جا. های وحید عزیز، چرا خوشمزه بود. یکی دیگه بود. قدش رو کوتاه کردی. منو دعوت کردن خونهشون. این دو بچه های دو تا خانمی که باشون آشنا شده بودم نزدی کنار میز دیگه بودم، بهشون گفتم بذارید اومدیم اینجا با هم آشنا بشیم دیگه، بیام با شما صحبت کنم. گفتم آره بیا. خیلی جالب بود. فیلم کریستا رو نذاشتم هنوز توی اینستا. بعد از اونجا رفتیم خونه کریستا. بعد انقدر خونه بوی بدی میداد. بعدش گفتم درو بذار، درو باز بذار. گفت مامانم مامان کریستا هم لخ بود به خاطر اینکه چیز بسته بودن دارو، خیلی وضعیته. گفت مامانم حالش خوب نیست. واقعا اونجا هم آرزو کردم، گفتم که خب آدم توی همچین شرایطی زودتر بمیره دیگه. واقعا آرزو میکنم که کریستا زودتر از این شرایط دردناک زندگیش رها بشه. بهش در مورد چترش گفتم، گفتم یکی از چترهاش خراب بود، انداختمش دور. یکی از گفتم جوراب شلواریات خیلی خوب بود، الان فیلمشو گرفتم. کیکت افتضاح بودن، گفتم مثلا. گفت نه کیک مال من نبود و اینا، رما بود. گفتم رما تو دیگه کیک ها اینجوری ازتو نمیگیرم. انقلاب شده، رمو داره برای من تیکت میخره. انقلاب شده بعد از ده چند سال. 2015 من آشنا شدم. اومد دیروز اینجوری گفت ماین لیبه. البته وقتی فیلم گرفتم گفت ماین موتی. گفتم اه تو داری برای من تیکت میگیری؟ بعدن رفت تو کریسمس، تو بازار کریسمس کیک تازه خرید. از اون کیک ها دو سه تا من تو خونش خوردم، البته نداد بیارم. اب نداره، باز همون که کیک تازه بخوریم. مال کریسمس خیلی، بازارهای کریسمس خیلی گرونه. یه اینقدر میخریم. داشتم نگاه میکنم گفتم مثل اینکه مرگ لودویک خیلی خوب بوده. مادرش گفتم میخوای کمک کنم؟ گفت نه.
خوشحال شدم گفت کمک نکن، چون واقعا در حد زیادی نمیتونستم که نمیخواستم هم دیگه، ولی خیلی تلپاتیش خوبه. خوب بود. روز خوبی بود دیروز. با خودم داشتم فکر کردم برم نرم. حتی تو لایف با شما گفته بودم احمد که داشت میمد گفته بودم مردد بودم برم نرم، ولی وقتی دیدم در زد اومد با فارکارت یعنی بلیت و اینا، گفتم نه دیگه این ما ادست باید برم. و چقدرم خوب شد رفتم، گفتم برم کریستالم ببینم. بعد لخت لخت بود، لخت که فقط شورت داشت، اکسیژن بهش وست بود، وضع خونه افتضاح. بعد انقدر از اون خانه و خونه آدمایی که وسیله توش میره جرا خب وسیله جمع کرده خونش، همس با همسایش رفتیم یه ذره حرف زدیم. بعد رمو هم خیلی جالب بود، بویی که دفعه پیش اینجا داشت که من بعدش اسپند رو چیز کردم، اسپند دود کردم. بعد گفتم خب 4-5 روز دارم میرم خونه احمد و خونه آذر و اون ورا هستم، من پنجرم یکم بازه دیگه، خونه کلاس هواش عوض میشه. این دفعه که اومده بود یه بوی دیگه داشت، گفتم بوی قبر رو نداری که من اون اسپند رو من روشن کردم، اما یه بویی داری نمیتونم این بو رو تشخیص بدم که بوی بده خوبه، هم بوییه که من ازش بدم میاد، هم بوییه که یه حدود چند ثانیه‌ای بدم نمیاد ازش، یه بوی عجیبی بود. بعد میگفتم یکم هم دوشو یکم اون ور بشین، بعد یکم میمدم. خونه کریستام رفتیم، یه اتفاقای درونی هم تو من افتاد در رابطه با دیدنش، همسایش، بعد اون سیستم خونه، اون این دفعه تصمیم گرفته بودم اگه بگه که کافه بخور یا چیزی بخور که خوشبختانه نگفت، سریع هم بگم نمیخوام بخورم دیگه. در مجموع جالب بود دیروز. اتفاق بزرگی هم که افتاد بچه ها، اتفاق بزرگی هم که افتاد، با خودم گفتم اینا احتمالا ممکنه قضا بدم. ببینید هنوز حالتهای من ببینید یه سری چیزا هستش آدم ملکه وجودش میشه. من هنوز در رابطه با این کشمکش های گداصفتانه در وجود خودم نیازمندانه
از موضع ناخوشایند در رابطه با خودم کلنجار دارم. میام پراماتون رو میبینم به تایی دارم. صبر کنید. فعلا میخوام حرفایی که تو ذهنم میاده بگم. با خودم گفتم اگه غذا بخوام بدن، گفتم نه صرف نمیبرم. صرف نبردم. صرف نبردم. اما فکرش اومد تو ذهنم. فکرش اومد تو ذهنم که زیبا ظرف نمیبری. چه غذا بدن چه ندن تو ظرف نمیبری. به درک اسفل و سافلین که میخواد اصلا همه چی اسراف بشه. بذار بشه اصلا. اصلا ناجی اسرافم، ناجی نجات انسان ها رو نتونستی نجات بدیم، مواد غذایی رو نجات بدیم. لست است بابا، لست است. خودتونتون نتونستی هنوز نجات بدیم، میخوای طبیعت رو نجات بدیم. با این حال من یه چیزی اومد تو ذهنم. برگشتم میتونم رمو خودم میدونم چه جوری صدا میکنم با چه موضعی. رمو نمیخوای برای مامانت یه ظرف ببریم اگر مثلا اونجا مواد غذایی ندادن توی براش ببری؟ فقط کسی که به این حالت من اینسایت داره که چقدر توش ناخالصی داره، خود زیبا نامک. خوشبختانه رما گفت نه. او کسی که از توی خیابونا چتر جمع میکرد، کسی که از توی خیابونا شیشه و بطری جمع میکرد، کسی که میرفت این ور اون ور غذا میگرفت، حالا میگه نه. برای من بلیت میگیره. وزر گود. وری گود. کریستال دخ بود، سیناش آویزون، بدن سفید، یه ترکیب پوستش بسیار قشنگ. گفتم میخوای عکس بگیرم؟ البته نمیتونم فیلم بگیرم، فیلمو نمیتونم اینجور لختی بذارم توی چیز. گفت نه اصلا نه عکس نفرم، فقط پاشو گرفتم. بعدن که داشتیم فیلم میگرفتیم از تو خونه، پترول رو خودش کشید. می دیدم بدنش. یه دفعه برگشتم گفتم کریستام، می دونی بدنت، توی بدن تو من شباهت بدن خودم رو می بینم و شباهت بدن مادرم.
بهش هم اکسیژن وصل بود. امروز جالبه، یکی ما چقدر قشنگ خوبه اینجا، نور نور روزه، چراغ روشن نیست و حالت نزدیک به غروبی داره. یکی اومد نوشت که امروز صبح که باز کردم پیام رو، گفت اگه مادرت، بذار بیام براتون بخونم عین پیامش. زیبا جان یه سوال، اگه بهت بگن حال پدر مادرتون خوب نیست و خیلی دوست دارن شما رو ببینن، شما چه میکنی؟ میرید ببینیش؟ نوشتم میگم زبونتون رو باز کنین، باز کنن و حرفشون رو بزنن و پیام بدن، خواستشون رو بیان کنن، دوست دارن من رو ببینن، که دوست دارن من رو ببینن. کسی که چیزی رو بخواد براش تلاش میکنه، ولی اگر چنین کاری هم کردم، یعنی زبان مبارکشون رو باز کردند، زبان مبارکشون رو باز کردم و حرف دلشون رو سریع زدم، پیشا پیش بهشون میگم که کس شعرهایی مثل حلال کن و ما دیگه پیر شدیم و از این حرفا، شعر رو برا رو از این شعر رو برا میخوایی تحویلم بدید، مطمئن باشید همانطور که بینز در اوج ناتوانی و فلجی و احتضار و روزهای انتظار برای مرگش حرفامو زدم بهش، اینجا هم حرفامو میزنم. پس نه خودتون رو خسته کنید، نه برای من باعث زحمت اضافی بشید. اینم یس بود که دیگه نمیتونست حرف بزنه، فلج کامل شده بود. اینجا رو میبینید. یه لحظه من پیامو رو ببندم بعدم باز میکنم. بعد اینجا رو میبینید، موقعی بود که یه جا برده بودنش که یس رو، که اینم پدر مادر من در سال 2006، یعنی چند سال پیش، تقریبا 10 سال از اونجا، 15 چند سال پیش، آره دیگه 17-18 سال پیش. ریاضمونم که افتضاحه، یه دونه چیزا نمیتونیم. اوی 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 بله. خب یه ذره انگورای احمدو بخوریم و نونشو، بعد بیایم. آها، یکم دیشب خواب اونم بگم، یکم دیشب خواب احمدو دیده که احمد نو گرفته تو کانال مشاوره ها، برید بخونم در مورد نسیمم. اصلا نمیخوام فعلا هیچی ازش بشنوم، نه چیزی هم بگم. بلکنی یه چیزایی گذاشتم تو کانال، برید همونها رو ببینید.
اومد پیام بده، گفتم تا شب به من چی پیام نده، نمیخوام بیای تو ذهنم. سلام زیبا، دیشب خواب شما و احمد رو دیدم، خواب دیدم اومدم خونه شما، بعد احمد میاد تو راه رو منو بغل میکنه. اسم این خانم سهیلاست. منو بغل میکنه و با احساس زیاد، منم میخوام از بغلش در برم ولی نه زورم میرسه نه روم میشه. اونجا پیش خودم حس میکنم احمد داره از شما انتقام میگیره بابت روابط آزادی که دارید. بعد شما از آشپزخونه میای بیرون، کلی سبزی پاک کردی و همینطور میخندی و میای پیش ما. منم یه نفس راحت میکشم که تو اومد. منم نوشتم به امید اینکه احمد همه شماها رو بغل کنه، از زن و مرد، و رابطهاتون هر روز بیشتر و صمیمیتر و عمیق‌تر بشه. اینم پیامای کانال مشاوره ما امروز که اینا رو دادم. میخوام امروز زرش از این زرشکم که درست کردم بخوریم. باز کنم ببینمش فعلا. چقدر این خوشگله. بیا بایست اینجا، بیا اینجا، بایست 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 اینجا بایست بشه. من این گله شکسته ای؟ اشکال نداره شکسته ای، یه ذره سرتو خم کن اینجوری. اوکی بایست اینجا پیاماتونو باز کنم. Turn on. دادم رفت. خب. و اما یه نون بیاریم. یه نون بیاریم. از ذهنم چقدر در رابطه با سیما بعد از اون لایبی که گذاشته بودیم با وحید، گفتم این سیما الان که بیاد، آخه چند بار ما رو تهدید کرده بود به این تهدید که چی؟ که من از نظر قانونی چیکار میکنم. هی از ذهنم میگذشت که الان اومده میگه فیلم های منو بردار، عکس های منو بردار، فلان کن، بهمان کن. هی از ذهنم این میگذشت. گفتم حالا بذار بیاد ببینیم چی میشه دیگه. کسایی که متوسل میشن به قانون، خب قانون میشه از ما قبول دارم. تو رود شد با وحید بری همون؟ بله متاسفانه اون روش نشو شورتش هم در بیاره دفعه بعد. وحید یادت باشه دفعه بعد شورتت هم در بیاره. از آب سردم نترس. وقتی آب سرد میخواستم بریزم شما برو یه سر بشین سر جات. دیدم بچه هاتو خوش رنگ خوش خود میخوام دستم باز باشه. میا تو جون من، یار من، لینک کانال تو هایلایت هست دیگه، هایلایت رو برید نگاه کنید نوشته لینک کانال. خجالت هم خوب چیزیه. خب مال شما. خیلی هم میپرسن شما از این سن و ساله، از این موهای سفیده خجالت نمیکشی؟ من میگفتم نه خجالت مال شما.
این کارا برای چیه؟ حموم رفتن با وحید؟ خب برای حموم رفتنه دیگه. خودت میگه حموم رفتم، مثل که شما الان بگی این کارا چیه؟ توالت رفتن. خب توالت رفتنه دیگه. این کارا چی؟ بغل کردن هم دیگه. خب بغل کردنه دیگه. یک قدم به هم دیگه نزدیک شدنه. فقط هم هموم که نبود، گفتم پیش من سحر و وحی پیش من بخوابم، یکی برم خواب دیگه که من. این کارا برای چیه؟ برای خوابیدنه، لذت بردنه، نزدیک شدنه، حس بهتر پیدا کردنه. با بقیه هم توالت میری؟ اگه بیام توالت من بزرگه، بهشون همیشه گفتم توالت من، هیچ وقت در توالت رو نمیبندم، در رو میبندم و قفل میکنم، خودم هم که هستم در همیشه بازه. به بچه هم، بچه های کسی هم به من بگه زیبا در توالت رو باز بذار، خوشحال میشم، میگم مرسی. خیلی میخواد بیاد توالت بیاد دیگه، بیاد دیگه، مشکلی ندارم. یه قسمت از زندگیم و یه قسمت از وجودم، یه قسمت از طبیعت همه. ممکنه اصلا یه دفعه شاشیدن منو ببینه از من بدش بیاد. اتفاقا من کوچیک بودم فکر میکردم که شاه ها نمیشاشن، فکر میکردم پیغمبر ها نمیشاشن، نمیرینن، نمیخوابن. تصور نمیتونستم بکنم که معلم ما، معلم من مثلا در حالی که مثلا تصور بکنم تو خوابیدم، شد یه جا بری بدون مشکل برگردی؟ نه نشد. خب دعوت نکنی الان، برید به نگیم بگید من دعوت نکنم. یکی نگیم منو دعوت کرده، یکی از سوئد، اونم گفته پول بلیتتو میدم، کی بود اسمش یادم رفت. همه تون اینا رو ببینید، خب دعوت نکنید. مشکل شما تا حالا کسی رو دیدید که راز ندار باشه؟ کی بنای راز نداری رو گذاشت؟ منصور حلاج. چیکارش کردم؟ مسلش کردم. جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. کی بود؟ منصور حلاج. حالا که بعد که مرد، بعد از اینکه کشتنش کسی هم باهاش نبود، اومدن کتاب نوشتن منصور حلاج عارف بزرگ. اما ما مرده پرست. حالا خوشبختانه من فعلا زندم. دیروز تو اون جشنه یه دختره بود، بعد اون خانم بغل من که سربیایی بود، بعد ما از این چیزا صحبت کردیم، از اینکه مثلا من چقدر، من تا چجوری سالها برای من چه داروهایی نوشته بودم. من تا آخر اون دختر جوان به ترویر داشت. گفتم تو چند سالته؟ گفت نزدیک 30. نزدیک نمیم 40.
خیلی کوچیکترم دیده میشد. گفت من بترویر دارم. گفتم تو چرا باید بترویر داشته باشی؟ بترویر کسیه که مثلا کسی داره که مثلا کسی نمیتونه کارهای خودش انجام بده، از طرف مثلا دولت یه نفر انتخاب میشه، از طرف بیمه انتخاب میشه، میان کارهای اداری رو انجام میدم، مالیش نمیدونم، اداریش نمیدونم، دفتریش، کارهایی که مربوط به همه چیزش دیگه، اینجور چیزا. گفتم که ببین اگر مریضی هستی، اینکه یه نفر بیاد کاراتو مثلا خونتو انجام بده فلان قابل پذیرشه؟ به اون میگم فلگه. گفتم تو که خیلی سالم به نظر میرسی، تو چرا باید مثلا بترویر داشتی؟ بعد گفت یعنی من احساس میکنی من نیاز ندارم؟ گفتم آره از ظاهرت به نمیاد که به نیاز به همچین داشته باشی، چیزی داشته باشی. بعد گفت خب مرسی که شما اینجوری فکر میکنی. گفتم به منم 20 سال پیش، 25 سال پیش داشتم میگفتن که بیا برو تا آخر عمرت یه بترویر داشته باشی، خدمتکار میاد خونه نمیدونم کاراتو میکنه فلان، داروهاتو بخور. گفتم تو هم میخوای اینجوری بشه بچه این زرشگر رو بخوریم. ببینی زرشگر رو چه رنگی شده، رنگ این. بعد اینو بعد براشون تعریف کردم که من چند بار بیمارستان بودم. این خانم اینگه بغل من یه دفعه گفت وای منم اصلا ازن فرورنته شدم، یعنی بازنشسته زودرس. گفتم چند سالته؟ گفتش که نمیدونم 30-48. گفتم 48؟ خب گفت آره از 38 سالگی منو بازنشسته کردن، بعد الان یه نفر میاد و فلان اینا. گفتم چرا؟ گفتم هر کی رو میبینی مریضه، چرا؟ شما میخواین مریض باشید پول بگیرید، مریض باشید امکانات بگیرید، مریضی رو به سمت خودتون جذب میکنید. بهشون گفتم من سال هاست که برای اینا اصلا من دکتر نرفتم. گفت یعنی تو هاوس آرتس نداری، یعنی کسی که مثلا دکتری که باید. گفتم نه. مگه میشه؟ این دختر خانم بغلیه. گفت خب مثلا دکتری که مثلا خونت آزمایش کنه نمیدونم فشارت نمیدونم چی 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 چی. گفتم اینا رو هم میدونی که آزمایش میشد موقعی که خون میدادم چند سال پیش، اونم رد شده. بچه ها من به این هل زدم و وانیل که نداشتم، هل و با گلاب آخر سر زدم. بذار ببینم چی جوریه. برای اینکه کم نیارم جلوی دوربین میگم خوبه. خوبه دیگه. 11-12. حالا خواستیم مثلا از رو رسپی چیزش کنیم، درستش کنیم. حالا یکی دیگه هم بخوریم حالا که نمره بهش کم دادیم. سر رمو رو بذار وسط پاهات. آهان خانم یا آقای فیک، بسیار فکر خوبیه، اما رمو هنوز سرش رو بذار روشونم کار بزرگی کرد. اگر یه روزی بشه که مثلا وحید سرش رو بذار روی پای من، حالا کنار وسط پای ما رو ما نمیخواییم، حالا یواش یواش. رمو فعلا دیروز یه دفعه گفت بله ماینه لیبه برای تو اینو خریدم. گفتم واسه از تو گذرد؟ چی گفتی؟
لیبه موتی 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 یعنی مادر. دیروز داشتم به کلاه هم آخه موند، کلاه هم رفت، نمیم کجا رفت، فکر کنم بازار کریسمس رفت. اومدم به یکی زنگ بزنم به مادرش برگشتنی ببینم کلاه و کوله اونجا نذاشتیم. بعد دیدم که نه، گفت بیا زنگ بزن به همسایه. به همسایه اینجوری میکرد، نگو من دوست منی ها، بگو آشنا، بکانته بکانته بکانته. گفتم بگو بکانته، تا حالا میخوای بگی سرتو بذاری رو پای من، ایش حبه، امیدوارم تو عکستو عوض کن، از فیک بیا بیرون، اونم یه قدم میاد جلو، سرشو میذاره روشونم، از بکانته میره به فروند، فروندی بعدش حالا شاید برسیم به جلو، جلوتر. بعد از ده، نزدیک ده سال، هفت هشت سال داره برای ما دومین بار شد. یکی دفعه پیش که بلیط گرفت، این دفعه احمدم باش خوب برخورد کرد. رفتم دم در گفتم احمد مرسی که خوب برخورد کردی با رمو. احمد رو بوسیدمش چون گفتش که بیا، من احمد رمو گفتش بیا من یه فیلم نشون بدم. من گفتم احمد میخوای بری برو ولش کن. گفت چی گفت؟ گفتم میخواد یه فیلم نشون بده. کفشاشو در آورد، کفشاشو در آورد، رفت گفت کدوم فیلم؟ اینم نشون داد، اینه پای پشت کامپیوتر بود. خیلی خوشم اومد از احمد، به حرف من گوش نداد، یه کار بهتر از تصور من کرد. من داشتم با یه حالتی میگفتم بلش کن دیگه، اینجوری میکردم، کفششو در آورد رفت گفت پیشش. مرسی احمد، قشنگتر از من عمل کرد. بعد وقتی داشت میرفت گفتم چه کار قشنگ کردی احمد، من میخوام تو رو ببوسم. یه لبخند زد و گذاشت، حداقل ریمو نمیذاره ما یه ذره بهش نزدیک بشیم. احمد رو اینجاشو اجازه داد بوسیدم. این همسایه دوست پسر چیز آذر، خسرو حیدری. چای منو قبول کرده، چای گرانبهای راهله رو بقی قبول کرده، منت بر ما گذاشته، منت بر سر ما گذاشته. گفتم الان پس میده. برگشته به آذر گفته باید پولشو بگیره. آذرم گفته من یه چیزی بهش میدم، یه چیزی در معادلش میدم، تو باید همینو بگیر. مرسی، باز آذر یه خدمت این چنینی کرد که ما به اندازه یک اپسیلون به خسرو نزدیک شد. Mm-hmm.
بالاخره خسرو رو تور کرد. نه بابا الان که یه دون چای ما رو گرفت، یه ذره از اون بالا که پیازا رو انداخت، پیازا افتاد وسط گلا، وسط احمد تعریف میکردم انقدر خندید، گفتم احمد میخواستیم خسرو رو راه نمیده نمیذاره که ما بهش نزدیک بشیم. از اون بالا طبقه دوم پیازا رو انداخت به من، نمیخواست من برم، گفتم اجازه میدی بیام پیازا بگیری؟ نه من پیازا میندازم. پیازا انداخت رفت بلای بوته ها، بعد موند اونجا، گفتم که ما اینو چجوری از لای بوته ها در بیاریم. یه نگاه کرد گفت صبر کن من بیام. ما خوشحال که از طبقه سوم داره میاد طبقه اول، دوباره یه اپسیلون دیگه به این آدم نزدیک میشه. وای 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 وای، زیبا نابک زیبا نابک زیبا نابک، کاتاستروف. اومد جلو پایین، پیازه رو در آورد، ما یه نگاه کردیم در فاصله یه متری، گفتیم چشم ما به جمال شما در فاصله یه متری روشن شد، بعد شما رو دیدیم و لبخندی بر لبان شما، و گفتم حالا میشه شمارتون رو به ما بدید یا یه پیام؟ نه نه من به کسی پیام نمیدم. و با چیزه گفتم اوکی، همینم که ما دیدیم خیلی خوب بود، مرسی. همینم که طبقه سوم شد یه متر خیلی خوبه. بعد پورش داریم میخواییم بزنیم دیگه، تورش بزنیم. و وقتی داشت میرفت شماره هم که نداد، گفت پیامم نمیدم، نمیدم. یه نگاه اینجوری کردم، مواظب سلامتی هات و خوبیات باش. واه ما رو بگی مثل یه دختری که دیگه اصلا بهش انگاریه. واه لیلی به ما یک نیم نگاهی کرد و به ما گفت مواظب خودت باش. چه خوشحال شدیم. نیم نگاهی لیلی به مجنونم داد و گفت مواظب خوبیات باش و مواظب سلامتی. ما به خاطر این کار از خوشحالی چای گرانبهای راحله رو بهش بخشیدیم. راحله راضی شد. حالا آزر گفته در ازاش میخواد یه چیزی بده. اینجوری میخوایم تورش بزنیم دیگه، همونطوری که میخوایم. رمو رو تورش بزنیم. رمون به کسی ده انقدر خوشحال شدم. بچه دقت کنیم، ویدیو مسیج رمو رو موقعی که نسیم رو دید، به نسیم دست داد. اصلا من انقدر خوشحال شدم رمو دست داد به نسیم. بابا من میدونم این در چه مرحله ایم. تموم شد صبح کنم، حالا میرسیم به ذرات این. تو چقدر مرد پرست هستی؟ فقط مرد پرست که نیستم که، زن پرستم هستی.
بچه پرستم هست، حیوان پرستم هست، اما با شیوه خودم. نه که یه سگو بگیری قلادم ببندی بعدش هم وایستی بعد بگم بیا بالا، بیا بالا، الان من به یه شکلاتو میدم، بیا بالا. یه کلیپ مسخره عوضی دیدم، دختره میاد بستنی میخواد از باباش، رفتم پایینش یه چیز نوشتم، از باباش داره بستنی میخواد، میگه با بستنی میخواد بستنی، بابا میگه چی میخوای؟ بستنی میخوای؟ چه جوری میخوای؟ با چی میخوای؟ با قاشق میخوای؟ حالا کلی زش که میده که برای اینکه فیلم بده، فیلم بگیر ازش، خاک تو سر بابا. آخر سر اینجوری میکنه، بستنی رو بگیری به بابا بوس میدی، بستنی رو بگیری به بابا با میگی دوستش، بابا رو دوستش داری، خاک تو سرت کنن که باشی بچه رو از الان بیزینسی بار میاری. یه بوس بده، یه بوس بده، بستنی بدم بهت، خاک تو سر این بابا. بابا رو دوست داری؟ معامله شیوهی که تو داری اینجوری میکنی، مهریه بده، طلا بخر تا باهات بخوابم، میخوای تو رو ببوسم، باهات رو ببوسم، انگشترم رو بگی بعد منو ببوس، بستنی میخوای بگو دوست دارم. این سیستم شماست، این سیستم شماست. بعدم میخوای بیزینسی نباشه طرف در زمین عشق، بله من مرد پرست هستم، زن پرست هستم، بچه پرست هستم، حیوان پرست هستم، طبیعت پرست هستم، انگور پرست هستم. عشق در ذات خودش، نه اینکه من طرف رو به خودم وابسته مادیش بکنم به خاطر اینکه به من یه دونه بستنی بده من بهش یه بوس بدم. بگو بابا اولی بوس بده، نگه اولی بوس بده، اینو بهت بدم، یه بوس بده اولی، بابا رو ببوس، بابا رو ببوس، بعد بیا. خاک تو سرت، خاک تو سرت. خیزشون بوسیدن از درون خودش نمیذارید باشه، به خاطر اون بستنیه، به خاطر اون طلایه، به خاطر اون چیزا. سگه اینقدر سگم منو دوست داره از بغل من جم نمیخوره که، از بغل من جم نمیخوره که. دستاشو اینجوری کن، دستاتو اینجوری کن، بیا بگی این شکلات رو، بگی این غذا رو، اونم که سگ وفاداره. بشین، پاشو، برو، بگیر، وایستا. حمایت از حیوانات، حمایت از حیوانات. تمام موجودات شعور دارن، تمام موجودات حس دارم. روزی من این انگورم، روزی من اون سگم، روزی من اون گوهم که الان بهش پوش میدم، روزی من اون ساسم، روزی من اون کفدارم، روزی من اون چایم. Mm-hmm.
حیوان مرد پرست زن پرست به چه قیمتی؟ بذارم اون پرستش از درون خودش بیدار شه و من در این رابطه با اراده فردیم بتونم یه جهتی بدم که اون احساس قشنگ بیدار بشه. این هنر، هنر عشق است. بگی 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 خوش بدی هرچی دوست دارید بگید، تحلیل کنید پروفسورها، افشا کنید افشا کنید. منصور حلاج داشتم مسلش میکردم، مسلش میکردم، مسله یعنی چی؟ تمام اعضای بدنش رو میبریدم. مردم نگاه میکردم و خیلی هم میگفتن خوب کردی، این زیبا ناوک رو باید بکشی. این داره بچه های ما رو منحرف میکنه، مردای ما رو داره منحرف میکنه، رازهای ما رو داره برملا میکنه، بچه های ما رو داره آگاه میکنه، از اون سیستمی که ما داریم خارجشون میکنه. بکشیدش. آخه اگه تو رو بکشن، اگه تو رو به مسلط بکنن، اگه تیکه تیکت بکنم، من چی نفسی میکشم؟ جون میگیرم، جون میگیرم. بگم گاهی نمیشناسم، میدونم پر واضح هست، پر واضح هست، ولی 63 سالم داره میشه، 3 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، دی که بیاد 3 ماه دیگه، دی که بیاد 3 ماه دیگه. نا 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 ولی زندم، زندم فعلا که زنده. خواستنم بخوشانم اون موقع هم میگیم که خیر است، خیر. خب بچه ها دیگه بستم چای بون یه دونه دیگه داریم، بابا نوئل بیاد اینجا. شکسته شدی اشکال نداره، تو هم بیایی چه حالا اون همه رو میخوان دعوت کنن، ولی شاید هم من اونو دعوت کنم. اوپا بایسته 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 ناراحت نباش، اشکال نداره. خب بچه ها تا بعد، بای بای.